سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرآمیز.com و تو این ویدیو میخوایم بیایم سراغ نحوه خروجی گرفتن از ویوپورت مایا و همچنین کار با مایا رندر هاردویر 2 که با اون هم آشنا خواهیم شد. بسیار خب، اینجا ما یه صحنه خیلی ساده داریم از کارگاه مایا که قبلا در سایت هنرآمیز قرار گرفته. اگر به سایت هنرآمیز مراجعه کنید کارگاه مایا رو میتونید پیدا بکنید. حدود 28 ساعت آموزش از صفر نرم افزار مایا هستش. بخش‌های مختلف از مدل سازی آن رپ، تکسچر و ریگینگ و همچنین موتور رندر آرنولد رو کامل مورد بررسی قرار دادم. اینجا بخش‌های مختلفی از اون رو به صورت رایگان میتونید ببینید و همچنین تمام اطلاعات اینجا در اختیار شما قرار گرفته. خب این کاراکتر رو ما اینجا آماده کردیم و حالا می‌خوایم بیایم از این پیش نمایش بگیم. در واقع سوال بعضی از دوستان در گروه تلگرام و همچنین در گفتگوی آنلاین سایت این بود که چطور میتونیم پیش نمایش بگیریم از ویوپورت مایا. خب زمانی که ما کار انیمیت رو انجام میدیم یا استفاده از فایل های موشن کپچر رو انجام میدیم توی ویوپورتمون سرعت نمایش رو داریم. در واقع اگر من حالا دکمه پلی رو بزنم این که با یه سرعت این نمایش داده میشه. این فریم پر سکند رو میتونیم اینجا ببینیم، در واقع تعداد فریم ها در ثانیه که نمایش داده میشه. به صورت پیشرفت پروژه ما 24 فریم بر ثانیه هستش، یعنی هر ثانیه اون 24 از 24 فریم تشکیل شده. اگر این بخوایم این رو داشته باشیم، FPS رو داشته باشیم، میتونیم بیایم سراغ منوی دیسپلی، هیدز اپ دیسپلی و تو این قسمت فریم ریت اگر اینو فعالش بکنیم میتونیم فریم ریت رو داشته باشیم. بسیار خب، حالا میام سراغ فریم ریت و میبینی که زمانی که ما دکمه پلی رو میزنیم این به جایی که با 24 فریم بر ثانیه نمایش داده بشه با مقدار کمتری نمایش داده میشه. حالا به دلایل مختلف، به دلایل بزرگی تکسچر هاست، ضعیف بودن سخت افزار، در واقع به دلایل مختلف ممکنه این کنتر نمایش داده بشه. این باعث میشه که سرعت واقعی رو اینجا ما در ویوپورت نتونیم ببینیم. پس لازم هستش که از این خروجی بگیریم تا بتونیم اون رو با سرعت واقعی ببینیم و همچنین اون رو به صورت فیلم ذخیره بکنیم، حالا قبل از تولید نماها رو داشته باشه. خب برای این کار به دو روش میتونیم بیایم و عمل بکنیم. یکی استفاده از پلی بلاست هستش که در این قسمت قرار گرفته. راهکار دیگه‌ای که وجود داره در واقع استفاده از این مایا هاردوار رندری هستش که اینجا وجود داره. ما با موتور رندر آرنولد آشنا شدیم، دیدیم که چطور از اون خروجی بگیریم، اما مایا هاردوار هم اینجا وجود داره، از اون میتونیم برای خروجی سریع گرفتن از این ویوپورتی که داریم استفاده کنیم. بسیار خب، خیلی سریع من میام یک دوربین همینجا قرار میدم، میام توی نمای دوربین و اینجا به این صورت نمای دوربین رو در اینجا قرار میدم. حالا یه انیمیت خیلی ساده هم میخوایم اینجا داشته باشیم، دوربین رو انتخاب میکنم، فوکال لنز رو 50 قرار میدم تا بیشتر شبیه یه لنز معمولی باشه. میتونیم این رزولیشن گیت رو هم روشن بکنیم یا در واقع این رزولیشن گیتی که اینجا وجود داره و سایز خروجی رو ببینیم. ببینید که 960 در 540 هستش. سایز خروجی رو میتونیم بیایم سراغ تنظیمات رندری که وجود داره و تو این قسمت پایین، تو این قسمت کامون و تو این قسمت پایین‌تر در واقع پریست های مختلف وجود داره. اینجا به صورت دستی هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. به عنوان نمونه من میام ابتدا 1K رو انتخاب میکنم، میبینید که نسبت طول و عرض با هم برابر هستش، یک در واقع نسبت مربعی داره. میخوام حالا مثلا برای استوری اینستاگرام کار رو انجام بدیم، میتونیم اینو به عنوان نمونه 1080 در 920 در واقع 1920 قرار بدیم به این صورتی که میبینیم. خب این سایزی هستش که توی استوری های اینستاگرام به عنوان نمونه قابل استفاده است. خب من این دوربین رو در اینجا قرار میدم، میام سراغ فریم صفر، اینجا دوربین رو انتخاب میکنم و حالا دیگه اینو فعلا میبندمش، با این فعلا کاری نداریم. اینجا البته دقت داشته باشین که دوربینی که میخوایم خروجی بگیریم رو باید کمرای یک قرار بدیم. حتما تو این قسمت رندرابلی که اینجا میبینید، رندرابل کمرایی که وجود داره، باید دوربین رو روی کمرایی که اینجا وجود داره و ایجاد کردیم در واقع قرار بدیم. بسیار خب، پس من این روی کامرای یک قرار میدم. سایز رو هم که اومدیم مشخص کردیم 1080 در 1920 و حالا نکته خاص دیگه اینجا وجود نداره، اینو میبندمش و میام سراغ انیمیت کردن. اینجا به عنوان نمونه ما حرکتی از عقب به جلو رو می‌خوایم داشته باشیم. اینجا دوربین رو انتخاب می‌کنم، کنترل A رو می‌زنم تا بیام سراغ این در واقع ترانسفورم دوربین، جابجایی دوربین. S رو می‌زنم، اینی که اون قرمز میشه نشون میده که کلید روی اون وجود داره. بلافاصله کش مایه هم روی رم قرار میگیره
به این صورت. حالا میام سراغ مثلا فریم 40 تا فریم 40 و اینو به جلو میبرم، یه نمایی به این صورت رو قرار میدم و دوباره دوربین رو انتخاب میکنم و اس رو میذارم به این حالتی که میبینید. حالا یه حرکت سریع به این صورت توی صفحه ما، در واقع ویوپورت ما ایجاد میشه برای دوربین. خب من نمای دوربین رو محدود میکنم به همین 40 فریمی که داریم و در واقع این بازی پخش رو محدود میکنم به همین 40 فریم و حالا میبینید که این رو به این صورت میتونیم داشته باشیم. قبلا دیگه با این تنظیماتی که وجود داشت آشنا شدیم، با زدن دکمه 4 وایر فریم رو میتونیم داشته باشیم، 5 شید مود، 6 تکسچر ها رو نمایش میده و 7 نورپردازی رو هم نمایش میده. ما اینجا از یک اسکای دوم آرنولد استفاده کردیم که دیگه توی مجموعه کامل توضیحش رو دادم. میتونیم حتی از نورهای دیگه هم استفاده کنیم. به عنوان نمونه میتونیم بیایم و حالا اسپاتلایت ایجاد بکنیم. اسپاتلایتی که اینجا وجود داره رو میتونیم ازش استفاده کنیم. میام داخل نوری که وجود داره و مثلا یه نور تو این زاویه قرار میدم، به این صورتی که میبینید نور رو در اینجا قرار میدم، کنترل A رو میزنم و دوباره میام سراغ نمای دوربینی که داریم، میام سراغ کامرا، میبینی که نور حالا در این قسمت قرار گرفته. میتونم پارامترهای نورپردازی در واقع سایه رو اینجا فعال کنم، میبینی که سایه هم حالا اینجا قرار میگیره. اینجا اگر دکمه بیام سراغ پرسپکتیو، میتونم ابتدا بیام سراغ پرسپکتیو و میبینی که نور در این محل قرار گرفته، کمی آیکونم کوچیک است، اسکیلش میتونیم بکنیم به این صورت و حالا سایز رو بزرگتر بکنیم، لبه ها رو نرمتر بکنیم. تمام این پارامترها قابل استفاده هستش و به راحتی میتونیم ازشون استفاده کنیم. شدت رو میتونیم بیشتر کنیم، میتونیم این نور رو به رنگ حالا زردتر داشته باشیم، مشابه خورشید. تغییرات اینجا میتونیم داشته باشیم، مقدار 3 رو اگر وارد کنم خب شدت اون هم بیشتر خواهد شد. و حالا اگر سراغ دوربین بیایم، یه نمای به این صورت اینجا ما داریم که سایه هم داخل اون وجود داره. و حالا من کم اینجا بازه رو بیشتر میکنم، مقدار 60 فریم رو قرار میدم تا کمی در انتها ایست داشته باشیم روی این کاراکتر، به این صورتی که میبینید. بسیار خب، حالا برای خروجی گرفتن از ویوپورت میتونیم همونطور گفتم به دو روش عمل کنیم. ابتدا میام سراغ پلی بلاست. توی این قسمت میتونم روی تایملاینی که اینجا وجود داره راست کلیک رو پایین نگه دارم و پلی بلاست رو فعال کنم. بلافاصله این گزینه تنظیمات مربوط به پلی بلاست فعال میشه. هر چیزی که اینجا نمایش داده بشه رو برای ما خروجی میگیره. میتونیم بیایم تو منوی شو و قسمت‌های مختلف رو خاموش بکنیم، مثلا کرف ها رو خاموش بکنیم، آیکی هندل ها، جوین هایی که وجود داره، دستگیرهایی که اینجا وجود داره، آیکی هندل، و فقط همین قسمت رو خروجی بگیریم. حتی این اسکای دومی که وجود داره اون رو هم میتونیم بیایم و خاموش بکنیم، چون این به صورت نور هستش، میتونیم نور رو خاموش کنیم و ببینیم که اون رو هم دیگه نمایش نمیده. ولی خب حالا ما میخوایم اون وجود داشته باشه. همه چیز رو از انتخاب خارج میکنیم. به این صورت که میبینید حالا یه سری تنظیمات وجود داره. تنظیمات مهمتر رو اینجا بهش میپردازم. با فرمت خروجی رو میتونیم مشخص کنیم، به صورت ویدیوی تصویری باشه، AVI باشه، همونطور که میبینید کدک های مختلف وجود داره. دیگه زیاد وارد جزئیاتش نمیشیم. XVD که اینجا وجود داره خب کیفیت پایین تری داره ولی حجم کمتری داره. فعلا با این تنظیمات اولیه کوالیتی هم همین 70 خوب هستش. دیسپلی سایز یا اون سایزی که میخوایم ازش خروجی بگیریم اینجا میتونیم بر اساس این ویندو یا پنجره‌ای که پنجره ویوپورت داشته باشیم، یا میتونیم بر اساس تنظیمات رندری که قرار دادیم داشته باشیم، یا میتونیم به صورت دلخواه عدد دلخواه خودمون رو قرار بدیم اینجا. حالا من از همین فرام ویندو استفاده میکنم. این گزینه اسکیل هم که دیگه مشخص هستش، به صورت نیم اگر باشه با نصف سایز این ویوپورتی که داریم برای ما خروجی میگیره. میتونیم از ایمیج سیکونس هم استفاده کنیم. اگر اینو تبدیلش بکنم به ایمیج، به جای اینکه ویدیو خروجی بگیره، میتونیم با فرمت های مثلا جی پیگ خروجی تصاویر پشت سر هم میگیره که اون رو هم به راحتی میتونیم بیایم و باز بکنیم. حالا من اینجا از همین AVI استفاده میکنم با همین تنظیماتی که داریم. میخوایم این فایل برای ما ذخیره بشه تا همواره اونو داشته باشیم. حالا با اسم دلخواه مثلا واکس 01 به این صورتی که میبینید، و اونو در یه محل دلخواه ذخیره بکنیم. حالا همینجا توی پوشه پروژکتی که داریم اینجا توی قسمت ویو ذخیرهش میکنیم. و حالا دوباره اینجا اسم واک رو قرار میدم، واکس 01، و ذخیره میکنم. این گزینه ویو اگر فعال باشه بعد از اینکه پلی بلاست تموم بشه برای ما اونو نمایش میده، و این گزینه هم این نوشته هایی که توی صفحه وجود داره رو برای ما نمایش میده.
خب ما این موارد رو تنظیم کردیم و حالا بلافاصله میتونیم بیایم پلی بلاست رو از این بگیریم. پس روی پلی بلاست کلیک میکنم و چند لحظه صبر میکنیم تا تموم بشه. همونطور که دیدید چون مقدار اسکیل نیم بود، این با سایز نصفه برای ما نمایش داده شد. میگه حالا اون رو داریم با سرعت واقعی میبینیم، دیگه این فریم ریت وجود نداره. حالا اینجا البته ثبت شده ولی خب دیگه وجود نداره چون اینو داریم با سرعت واقعی میبینیم. خب این یه روش کاری هستش که هر چیزی که در ویوپورت داریم رو اینجا خروجی بگیریم و دیگه اون رو با سرعت واقعی ببینیم. خب روش دومی که وجود داره این هستش که بیام از مایه هاردور 2 استفاده بکنیم. اونم یه موتور رندر سخت افزاری هستش که البته خیلی دیگه بروز نمیشه ولی خب همچنان قابل استفاده هستش. اگر بیام سراغ تنظیمات رندری که اینجا وجود داره، بیام سراغ تنظیمات رندر، میتونم اینجا مایه هاردور رو انتخاب بکنم. تنظیمات اون همون تنظیماتی هستش که توی ویوپورت 2 داریم، دقیقا همون تنظیمات رو اینجا میتونیم داشته باشیم. میتونیم امبینت اکلوژن رو فعال بکنیم، اسکرین اسپیس امبینت رو میبینید سایه که در این قسمت قرار گرفته. میتونیم رزولوشن های تصاویر رو بالاتر ببریم، موشن بلور فعال کنیم. دیگه یه سری پارامترهایی داره که انتی الیزینگ یا این نرم شدن لبه ها رو بالاتر ببریم، به این صورت میبینی که حالا لبه های نرم تری داریم نسبت به حالت در واقع هشتی که وجود داشت. اینجا لبه لبه هستش، وقتی اینو بالاتر ببریم لبه ها نرمتر میشن و پارامترهای به این صورت که دیگه میتونیم کامل تنظیمش کنیم. پارامترهای خیلی زیادی هم نیست، میتونیم کیفیت این امبیانت اکلوژن رو هم بالاتر ببریم، شدتش رو همونطور که میبینید به این صورت بالاتر ببریم، این سایه امبیانت اکلوژنی که ایجاد میشه. و حالا بعضی که تنظیمات رو انجام دادیم، باید بیایم سراغ قسمت کامان و تو این قسمت حالا خروجی رو بگیریم. اینجا ایمیج فرمات یا در واقع خروجی که میخوایم داشته باشیم رو میتونیم انتخاب کنیم. اینجا از PNG من استفاده میکنم، میتونم از فرمت PNG به راحتی استفاده بکنم. فرمت AVI هم وجود داره اما اینجا فرمت PNG نتیجه بهتری میده چون کیفیت بالاتری داره و حالا سایز بزرگتری هم داره. میتونیم از تصاویر پشت سر هم استفاده بکنیم. پس من PNG رو استفاده میکنم. دقت داشته باشین توی این قسمت فریم انیمیشنی که وجود داره به صورت پیشور سینگل فریم هستش، در واقع یک فریم رو برای ما خروجی میگیره. برای اینکه خروجی فیلم داشته باشیم یا در واقع این تایملاین رو خروجی بگیره برای ما، بعد بیام یک از این فرمت‌های پایین رو انتخاب کنیم. این فرمت انتهایی رو بیام و انتخاب می‌کنم که بر اساس نیم هستش، همونطور که می‌بینید اسم صحنه‌ای که داریم درایور واک رندر هست، همونطور که می‌بینید اینجا توی قسمت اسم خروجی ما قرار گرفته درایور واک رندر از فریم 1 تا 10. بازه اون رو تو این قسمت میتونیم بیایم و مشخص کنیم. از فریم 1 تا 60 رو میایم اینجا مشخص میکنیم. میتونیم فریم ها رو جا بندازیم، دو در میون در واقع رندر بکنیم، سه در میون، هر مقداری که مد نظرمون هست و ما اینجا بکنیم همه فریم ها رندر گرفته بشه. بسیار خب، بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میتونیم حتی اینجا نام دلخواه خودمون رو وارد بکنیم، دیگه هر اسمی مد نظر، تست مثلا یا واک 01 واک به این صورتی که میبینید اندرسکور و حالا واک از فریم 1 تا 60 رو اینجا نمایش میده. حتی میتونیم از پریست هایی که وجود داره هم استفاده کنیم. اگر اینجا راست کلیک رو پایین نگه دارم، مثلا میتونم اسم دوربین رو اینجا داشته باشم، به این صورتی که میبینید کامرا اگر داشته باشم، حالا اینجا کامرا 1 از فریم 1 تا 60. میتونم حتی باز هم اضافه کنم، مثلا اسم صحنه رو هم داشته باشم، سین رو اگر قرار بدم کامرا 1. بین اینها میتونم از هر علامتی استفاده کنم، مثلا اینجا از اندرسکور دوباره استفاده میکنم و میبینید که کامرا 1 درایور واک از فایل درایور واک، فایلی که اینجا اسمش رو ذخیره کردم و از فریم 1 تا 60. حالا دیگه زیاد به اینها کاری نداریم، به راحتی میتونیم هر اسمی مد نظرمون هست قرار بدیم. من اینجا واک رو قرار میدم. بسیار خب، از فریم 1 تا 60 قرار میدم و خروجی هم که میبینید در منوی در واقع در آدرس همین آدرس پروژکتی که داریم تو پوشه ایمیج قرار میگیره و اینجا دوربین رو انتخاب میکنم، سایز خروجی که مشخص هستش. و بعد اینکه این تنظیمات رو انجام دادم میتونم بیام سراغ منوی رندر و از بچ رندر یا رندر سیکونس استفاده کنم. بچ رندر بستگی به لایسنس مایه‌ای که وجود داره در واقع ممکنه کار نکنه. به عنوان نمونه برای من بچ رندر کار نمیکنه، اگر روی اون کلیک بکنم میبینی که رندر رو برای من انجام نمیده چون لایسنس نتورک این مایه نداره. عموما فکر می‌کنم برای بیشتری کار نکنه. اما این رندر سیکونسی که اینجا وجود داره از اون میتونیم بیایم و استفاده بکنیم. این آپشن باکسش رو فعال می‌کنم. به این صورت
دوربین رو فقط کافی است انتخاب بکنیم، همه تنظیمات انجام شده استش. این به صورت اتوماتیک یک پوشه تمپ داخل اون پوشه ایمیجی که داریم در واقع میاد و ایجاد میکنه. حالا اگر بیام سراغ این آدرس هایی که دارم، این پوشه ایمیجی استش که وجود داره داخل این پروژه مایایی که قبلا توی کارگاه مایا کار کردیم، اینجا داخل پوشه ایمیج میاد و برای ما یه پوشه تمپ ایجاد میکنه و خروجی رو داخل این قرار میده. حالا میبینید که من قبلا اینجا تست های انجام دادم، اینا رو پاک میکنم به این صورتی که میبینید. حالا دوباره میام و اینجا رندر سیکونس رو روش کلیک میکنم. خب رندر سیکونس رو کلیک میکنم و چند ثانیه صبر میکنم تا این رندرش انجام شه. بسیار خب، همونطور که میبینید این خروجی رو برای ما گرفت، واک 1 تا 60 رو داخل پوشه تمپ در پوشه ایمیج قرار داد. حالا از فریم 1 تا 60 رو داریم، میتونیم این رو به راحتی داخل مایا باز بکنیم. اگر بیام سراغ منوی فایل و ویو سیکونس رو اگر بزنیم، میتونیم بیام حالا داخل این پوشه تمپ و روی فریم اول اگر کلیک بکنم و حالا اوپن رو بزنم، ببینید که بلافاصله برای من پنجره اف چک باز میشه و این شروع میکنه به پریویو گرفتن، در واقع این تصاویر پشت سر هم رو داخل رم مایا قرار میده تا بعد بتونه اینو با سرعت مناسب پخش بکنه. حالا چند ثانیه صبر میکنیم تا این کار انجام بشه. بسیار خب، همونطور که میبینید در واقع بلافاصله این کار رو انجام میده و حالا ما اینو میتونیم با سرعت واقعی اینجا ببینیم. این پنجره اف چک چند تا قابلیت دیگه هم داره. میتونیم با پای نگه داشتن دکمه چپ موس اون رو متوقفش کنیم و با درگ کردن به چپ و راست اون رو به این صورت نمایش بدیم. خب این میتونه کاربردی باشه. با دکمه راست هم میتونیم روی اون در واقع با پای نگه داشتن دکمه راست هم یه سری نوت های روی صفحه قرار بدیم. خب این هم میتونه کاربردی باشه، حالا به ویژه برای سوپروایزرهایی که وجود دارن یه سری اطلاعات رو قرار بدن. حالا در هر صورت این کاربرد رو دارن، میتونیم ازش استفاده کنیم. نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که همونطور که میبینید این خروجی داره رنگ متفاوتی نسبت به خروجی داخل مایا هست و علت هم همین در واقع کالر منیجمنت هستش که داخل مایا قبلا کامل توضیحش رو دادم، در واقع داخل کارگاه آرنولد، کارگاه رندر آرنولد توضیح شد. اگر اینو خاموشش بکنم دقیقا میرسیم به همین خروجی که اینجا داریم. همین خروجی رو اینجا میتونید ببینید، اینه که دقیقا با این رنگ هستش. پس به علت این کالر منیجر و کالر ترانسفورمیشنی که وجود داره، همونطور که میبینید این ایسز یک رو اعمال میکنه روی تصاویری که ما داریم. برای اینکه این ایسز یک روی تصاویر ما اعمال بشه، لازم هستش بیایم سراغ در واقع تنظیمات رندری که داریم. میام سراغ تنظیمات رندر و اینجا این گزینه که در این قسمت بالا وجود داره، اپلای آوتپوت ترانسفورم تو رندرر رو فعال میکنم و این ویو ترانسفورم رو قرار میدم روی ایسز یک. حالا به صورت پیش‌فرض میگم خودش اتوماتیک انتخاب میکنه، اما با اینکه دیگه قطعا مطمئن باشیم این رو انتخاب کرده، اون رو انتخابش میکنم و حالا مجدد رندر سیکونس رو میگیرم و حالا میبینی که دیگه مشکل چندانی وجود نداره. نکته دیگه که وجود داره این هستش که میبینی که توی خروجی ما اون تصویر پس زمینه‌ای که ما داشتیم، در واقع این AI Sky 2 که وجود داشت رو دیگه برای ما رندر نمیگیره. علت هم این هستش که خب این به صورت نور هستش. توی تنظیمات اولیه هاردوار رندر، توی این قسمت رندر آپشن اگر بیایم و این قسمت پایین Object Type Filter، به صورت پیشفرض این خاموش هستش که کامرا رو نشون میده، دوربین رو نشون میده، این قسمت ها رو خاموش کرده. میتونیم این رو روشن کنیم، لایت رو روشن بکنیم. حالا دیگه اون رو هم برای ما خروجی میگیره. اگر یک بار رندر رو بزنم، میبینی که حالا دیگه اون رو هم برای ما خروجی میگیره به این صورتی که بسیار خب، ما چون اپلای آوتپوت رو در واقع این گزینه رو فعال کردیم، دیگه اینجا رنگ واقعی رو نداریم، کمی رنگ متفاوت شد. بسیار خب، حالا که این کار رو انجام دادیم و اون رو هم فعال کردیم، مطمئن میشیم چیزی انتخاب نباشه، دوباره روی رندر سیکوئنسی که وجود داره کلیک میکنیم و مجدد رندر رو میگیریم. بسیار خب، حالا که رندر تموم شد، میتونیم بیایم سراغ دوباره این اف چکی که داشتیم و این ویو سیکونسی که داشتیم و دوباره این واک رو اگر کلیک بکنم و حالا اوپن رو بزنم، دوباره این داخل رم قرار میده و میبینید که این بار دیگه اون مشکل قبلی وجود نداره و رنگ دقیقا اون رنگی هستش که توی خروجی ما داشتیم و به رنگ درست هم رسیدیم. حالا چند لحظه صبر میکنیم تا این داخل رم سیستم قرار بگیره تا با سرعت مناسب پخش بشه. بسیار خب، ببینید که دیگه حالا اونو با سرعت درست داریم و به این صورت
ازش میتونیم بیایم و استفاده بکنیم داخل نرم افزارهای مختلف مثل افتر افکت، در واقع نرم افزارهای ادیت مختلف مثل افتر افکت، پریمیر و در واقع نرم افزارهای مختلف میتونیم بیایم این ایمیج سیکونس ها رو باز بکنیم، ادیت بکنیم و حتی گاهی وقتا میتونیم از اونها برای ساخت انیمیشن هایی که داریم و کیفیت خیلی بالا مد نظر نیست استفاده بکنیم. بسیار خب، امیدوارم مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتی میتونید داخل گروه تلگرام هنرآمیز یا داخل گفتگوی آنلاین سایت هنرآمیز سوالات خودتون رو مطرح کنید. من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان پاسخ رو برای شما قرار بدم. تا یه جلسه دیگه، خدا نگهدار.